به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست داره. خلاصه خسرو و شیرین، اثر حکیم نظامی، قسمت 19. این قسمت دیدن خسرو و شیرین را به چشم سار. در قسمت قبل دیدیم که بدخواهان علیه خسرو توطئه کردن و هرمز که پدر خسرو بود نسبت به او بدبین شد و برای که از خشم پدر دور باشه و در امان باشه به سمت ارمن حرکت کرد. قبل از رفتن به حرمسرای خودش سری زد و به کنیزان گفتش که برای مدتی به شکار میرن و ممکنه که یک خانم زیباروی به اینجا مراجعه کنه، حتما پذیرایی کنید، اگه دلش خواست براش قصری رو فراهم کنید. چه گفتیم قصه بیرون رفت چون باد، چو گفت این قصه بیرون رفت چون باد، سلیمان وار با جمعی پریزاد. زمین کن کوه خود را گرم کرده، زمین کن کوه خود را گرم کرده، سوی ارمن زمین را نرم کرده. زبیم شاه می شد دل پر از درد، دو منزل را به یک منزل همی کرد. قضا را اسبشان در راه شد سوست، در آن منزل که آن مه موی می شست. یک تقارن جذابی در این بین صورت گرفت و وقتی که خسرو به همراه همراهانش فرار می کردن به صورت زیاد که گیر مأموران شاه نیفتند، جای اسبا خسته شد و مجبور شدن استراحت کنند. کجا؟ همون جایی که شیرین در حال موی شستن بود و حوالی همون چشمه که شیرین در آن حمام میکرد. و این موتیف هم به هر حال در اشعار مختلف هست، از جمله منذری عزیز حسین منذری که فرمانده چشم واکن که دنیا بشورد، موج در موج دریا بشورد، گیسوان باز کن تا بشورد، شعرم از آن شمیم شمالی حاصل جمع آب و تن تو، زب در وقت تن شستن تو، هر سمن های بیراهن تو، برکه را کرده حالی به حالی. غلامان را به فرمود ایستادن، ستوران را علوفه برنهادن، تن تنها ز نزدیک غلامان، سوی آن مرغزار آمد خرامان. توافی زد در آن فیروز گلشن، میان گلشن آبی دید روشن. چو بر فرقاب می انداخت از دست، فلک بر ماه مروارید می بست. تنش چون کوه برفین تاب می داد، ز حسرت شاه را برفاب می داد. بخش آخر بود. پس خلاصه انگامی که تن عریان این دختر را در چشم دید، دلش مثل یک انار ترک خورد و از هم پاشید. چو لختی دید از آن دیدن خطر دید، چو لختی دید از آن دیدن خطر دید. خسرو مرد چشم دل سیری بوده و در زندگیش در زیبا کم ندیده، اما این یکی خیلی متفاوته و با همه اون خوبها فرق دارن، چون خوبان همه دارن تو یک جا دارن. این فرق رو امیر خسرو دهلوی هم به خوبی گفته: آفاق را گردیدم، مهر بتان برزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگر. برای خسرو اون شیرین چیز دیگری بود. توجه داشته باشین که تو اون لحظه نه خسرو میدونه که این همون شیرینشه و نه شیرین میبینه میدونه که خسرو در حال تماشای اون بوده و از دور داشت بهش نگاه میکرد. از دور دیدن هم بسیار در اشعار فارسی اومده: آن که دائم حرس سوختن ما میکرد، کاش میامد از دور تماشا میکرد. ادامه داستان باشه برای قسمت دیگر. خدا نگهدار.